پلیس پاریس روز دوشنبه عملیاتی را برای بررسی اسناد هویت حدود 2000 پناهجویی که از چند روز پیش در مناطق شمال شرقی شهر تجمع کردند آغاز کرد. این پناهجویان در این مدت شبها را نیز در همین منطقه و در چادرهای موقت گذراندند و تصاویر ارسالی نشان میدهد که پلیس نسبت به برچیدن این چادرها اقدام کرده است یکی از آنها میگوید امروز صبح پلیس آمد و فکر کردیم قرار است به ما جایی برای سکونت بدهند اما چادرهای ما را هم خراب کردند حالا شب باید کجا بخوابیم در این هوای سرد مسئولان اجرایی این عملیات به خبرنگاران گفتند که عملیات تخلیه منطقه طی روزهای آتی صورت خواهد گرفت. یکی از اعضای گروه های داوطلب برای کمک به پناهجویان نیز میگوید این نتیجه سیاست غلط جابجایی این پناهجویان است. آنها این افراد را بر اساس موقعیت اداری و حتی گاهی بر اساس موقعیت نژادی آنها به مناطق مورد نظرشان میفرستند. Yeah, پیشتر فرانسولان رئیس جمهوری فرانسه نیز وعده داده بود که این منطقه به زودی تخلیه خواهد شد این اقدام پلیس پاریس یک هفته پس از برچیده شدن اردوگاه جنگل در شهر کاله فرانسه صورت گرفت حدود 1500 پناهجوی کودک و نوجوان همچنان در این اردوگاه غیررسمی باقی ماندند و در انتظار پذیرفته شدن از سوی بریتانیا هستند